سلام بر موزیک، سلام بر عشق، سلام بر میهن ایران من و ملت عزیزم. من امروز ویدیوی دیدم از داریوش که واقعا چقدر به دلم نشست و به قدری در فکر رفتم و این ویدیو رو چندین بار گوش دادم، خیلی لذت بردم از گفتارش، با صحبتش، با اون صدای قشنگش. حس کردم اینم در خونش یه وطن پرسته و عاشق تاریخ ملتش و تاریخ ایرانه. حرفهای واقعی زد. دلم میخواد سخنان ایشونو همه جا پخش کنه. جمهوری اسلامی انقدر مکاره، انقدر حیلگره که بین اپوزیسیون افرادی رو داره که تفرقه بندازن، در رسانه ها تفرقه بندازن. حتما همه گروه ها به یک اصول دموکراسی و آزادی، اگر آزادی رو قبول داریم، آزادی نه برای من، نه برای تو، آزادی برای همه ایرانی ها. ما در طول تاریخ بسیار محرومیت از آزادی کشیدیم و باید با آزادی برسیم و کاری کنیم تاریخ تکرار نشه. این تکرار تاریخ در سرزمینمون بیداد کرده. قانون اساسی تعیین کننده سرنوشت اون مملکته. رأی مردم تعیین کننده گروهیه که میاد رأس کار قرار میگیره. از الان تفرقه نندازین، از الان در زمین جمهوری اسلامی بازی نکنید. من که همیشه باهاش رفیق بودم و هستم، گذشتم هم فراموش کردم، کارهایی هم که با من کرد فراموش کردم، ولی از این که میبینم این مرد میتونه صدای یه ملت باشه و چنین صحبتهایی رو بکنه، ازش میخوایم ادامه بده و نیرو بده، عشق بده به جوانای مملکتمون، چه اونا داخل مرزن، چه اونا که برون مرزی هستن. واقعا دمت گرم داریوش، انشاءالله که سایت بالا سر خانوادت باشه و مهرت و عشق به وطنت همیشه پایدار. من میخوام برم تو تاریخچه ترکیه که موزیک چه قدرتی داشته و چقدر ابهت و ارزش داشته و با موزیک چه کارهایی میشه کرد. یه روز در هتل آلدو نشسته بودم، صاحبش هم یه ایرانی بود. یک دفعه روزنامه انریتو آورد جلوی من، رو محمود ببین چی میگن، چی نوشته. اون ترکی بلد بود، من بلد آمودم که بخونه. گفت روزنامه انریت، یکی از بزرگترین روزنامه های
ترکیه است، گفت زنهای ترک که در کارخونه یعنی شهر نو دارن کار میکنن، از زنهای ایرانی شکایت کردن. ما رو میگی به عوامون برخورد، شدیداً ناراحت شدیم، با هم تصمیم گرفتیم بریم کارخونه با این زنها ایرانی صحبت کنیم ببینیم کیان. و ما رفتیم، واقعا دیدیم 50 تا زن ایرانی زیبا خوشرو دارن وطن چی میگن خود فروشی میکنن به خاطر اینکه خرچ بچه هاشو در بیارن. هر کدوم اینا شوهراشون تیروارون شدن، افسرهای ایرانی بودن. اون شب شب بدی بود برای ما، ولی باهاش رو صحبت کردیم اگر ما کاری بکنیم که شما رو از ترکیه بیرون ببریم در اروپا و کانادا بتونیم پناهنده بشیم. میخوان همشون بودن آرزومونه از اینجا بریم. میخوام بگم قدرت موزیک. من تصمیم گرفتم که برم با حسن ادرنه برادر سید کریم که در فرستادنهای ایرانی به اروپا و کانادا و اینا با پاسپورت ساختنهایی که در اختیار داره و ارتباطی که در فرودگاه ترکیه داره همه رو رد بکنه. رفتم باش صحبت کردم، گفتم شرایط حیثیت ما اینه. گفت محمود میدونی که همین اینا مخارج داره، پاسپورت گرفتن و بلیط هواپیما و دام تشکیلات خرج داره. گفتم اگر تو یه همچین حرکتی رو بکنی هر نفری که صاحب بچه و یه بچه یا دو بچه یا سه بچه هستن میتونی حرکتشون بدی؟ گفت من نفری 5000 دلار اون موقع میخوام چون مخارجشه. گفتم مطمئنی؟ گفت مطمئنم. و من فوری با ویژن عزیزمون خدا بیامرز صحبت کردم برای برنامه میتونی بیای ترکیه، چون اونجا فرزین بود خدا بیامرز و نسرین آوازه رو از لندن آوردم و برادر اکبر گلپایی گفتیم یه پکیج درست کردیم، رفتیم سالون بزرگی رو گرفتیم. حالا من تیمم کی بود؟ یک کامبیز بود و شهرام کاشانی. ما تونستیم تبلیغات رو شروع کنیم و ویگن رو دعوت کنیم بلیت بفرستیم و همه اومدن و واقعا اون شب ما بیش از 150,000 دلار پول درآمد این برنامه داشتیم. وقتی ویگنم فهمید که برای چیه این کنسرت، گفت من پولی نمیخوام، فقط پول ارکستر بده. این یه هنرمند، یه لجند چنین گفت.
در هر صورت ما با 150,000 تمام مخارج رو من قبلا کرده بودیم، این مخارج به این 150,000 ربطی نداره چون مربوط به خودمون بود. رفتیم میشه از سندرنه گفتیم این 150,000 قبول کرد که این خانواده ها بیان این در عرض یک هفته تا 4 هفته اینا رو از این مملکت بیرون ببره در کشورهای دیگه که خودشون پناهنده بشن. حسن ادرنه برادر سید کریمه، ما خوشحال پول رو در اختیار ایشون گذاشتیم و تمام رفتیم باز دو مرتبه به تمام بانوان گفتیم اینا هر کدومشون زنهای بیشترشون گارد جاویدان بودن، از ترسشون زندگیشون خودشون و بچهشون آورده بودن بیرون و این موزیک تونست همچین حرکتی رو انجام بده که چنین مادرهایی سرفکنده میشه بچه هاشون نشن و بچه هاشون کاغذ نخورن. باری آخ خدا شکر که تونستیم توسط موزیک و قدرت موزیک و عشق موزیک مردم چنین حرکت رو کردن و همه اینا رفتن به کشورهایی که باید میرفتن و پناهنده شدن. باور کنی هنوز در ارتباطن، تشکر می‌کنن، حتی بچه‌ها شدن وکیل شدن، دکتر شدن، همون بچه‌های کوچیک که این مادر خودفروشی میکرد الان صاحب مقامن در دنیا. برای من دنیایی من میخوام بگم موزیک چقدر قدرت داره، چقدر عشقه. بیاین عزیزان قدر این موزیک که ما داریم یه دنیا داره برای ملتمون، قدم های مثبتی برداریم و بتونیم به ایرانمون، هموطنانمون کمک کنیم. زنده با شاهنشاه پهلویمون، شاهزاده ما و پرنسس یاسمین، زنده با پرچم شیر و خورشید ایران.